جینا گل من، گل خوشگل من. اصلا آره، و واقعا من معتقدم که یک بار آدم عاشق میشه. سال 90 یه ازدواج ناموفق خیلی هم کوتاه بود. دوستان سلام، به 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخواییم حواشی مصاحبه جینا کلانتری، دوست دختر سابق شادمهر و فیلمی که با آهنگ شادمهر منتشر کرده، همچنین واکنش شادمهر رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخر این پست با من همراه باشید. جینا کلانتری کسی که شادمهر سالها عاشقش بود و حتی براش آهنگ جینا گل من رو خونده بود، جدیداً با انتشار دابسمشی با همین آهنگ دوباره سر زبون‌ها افتاده. داستان از اونجای شروع شد که شادمهر در یکی از کنسرت‌های اخیرش اسم جینا رو از آهنگ معروف جینا گل من حذف کرد و به جاش گل من گل من رو خوند. درست بعد از این کنسرت، یعنی 4 روز پیش بود که شادمهر در پیج اینستاگرامش آهنگ بی احساس رو به درخواست طرفداراش با ویالون اجرا کرد. اما نکته عجیب این اجرا این بود که شادمهر با ویالونی که تاریخ تولد جینا روش حک شده بود این قطعه رو اجرا کرد که از چشم مخاطبهاش هم دور نموند. روی این ویالون نوشته شده بود Life 58 Love 58، که مصادف با سال تولد جینا کلانتریه. به گفته طرفداراش انگار شادمهر هنوز هم عشق قدیمیش رو فراموش نکرده. درست فردای انتشار پست شادمهر بود که جینا هم پستی با آهنگ جینا گل من رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد که بسیار در فضای مجازی سر و صدا کرد. عده‌ای میگن که جینا این پست رو در اعتراض به حذف اسمش از آهنگ جینا گل من منتشر کرده. جینا گل من، گل خوشگل من. میکاپ آرتیست جینا در پیجش خطاب به مخاطبانی که به جینا به خاطر استفاده از این آهنگ حمله کرده بودند گفته بود: عزیزای دل، انتخاب آهنگ جینا به سلیقه بنده بوده و صرفاً جهت این بوده که کسایی که جینا رو به چهره نمیشناسن با این آهنگ متوجه بشن که ایشون کی هستن. دلیلش فقط همین بوده و جینا جان نقشی تو انتخاب آهنگ یا کپشن یا هر هشتگی نداشتن. اما همین میکاپ آرتیست در جواب کامنتی که از کارش انتقاد کرده بود و گفته بود به هر حال این کار باعث شده که جینا خیلی حاشیه دار بشه، گفته همین که بعد از 20 سال یهو اسمشو حذف کرده دو دلیل داره. یک اینکه خود شادمهر هم به جینا هنوز فکر میکنه و دوم اینکه خودش هم دنبال حاشیه بوده. خب وقتی خودش میخواد ما چرا نباشیم؟ اما جینا در جواب کوئسچن باکسی که گفته بود واقعا با خودت چی فکر کردی که بعد این همه سال با این آهنگ کلیپ گرفتی، نوشته چی میدونی از اونی که قصتش حرف مردم شد؟ چی میدونی؟ اما جینا اخیراً در مصاحبه‌ای به عشقش بعد از 20 سال اعتراف میکنه و وقتی موجی میپرسه چند بار عاشق شدی؟ جینا میگه یک بار. همچنین میگه ازدواجم برای فرار از خودم بود. میگم چند بار عاشق شدی؟ یک بار. یک بار. اصلا آره، و واقعا من معتقدم که یک بار آدم عاشق میشه. مطمئنی اینو؟ مجردی یا متعهلی جینا؟ مجردم. کلن ازدواج نکردی؟ چرا؟ 12 سال پیش سال 90 یه ازدواج ناموفق خیلی هم کوتاه بود. ناموفق البته خیلی کلمه همچنین اصلا اوکی نیست. به سرانجام نرسیده؟ نه، یعنی همون دیگه. خب از روی عقل بوده یا از روی عشق؟ هیچ کدوم. یعنی بین زمین و هوا بوده یکی انتخاب کردی؟ جینا در ادامه به فیلمی که از تولدش پخش شده هم واکنش نشون میده و میگه کسی که این فیلم ها رو پخش کرده قطعا آشنا بوده و من هرگز نمیبخشمش. این فیلم رو خود شخص شما پخش کردی؟ نه به هیچ عنوان. و کسی هم که این فیلمو پخش کرد، من خودم شاید
اینو به جرئت بگم که هیچ وقت نمیبخشمش. آه میدونی که اسمشو نه نمیدونم. اصلا نمیدونم. ولی اگر که حرفای من به گوشش میرسه، چون بدترین ضربه زندگی رو به من زد. یعنی خیلی آینده تو رو بس. اصلا کلاً مسیر رو تغییر داد. یعنی یک موضوعی که برای تو شخصی و پنهان بود رو یک نفر آشکار کرد. شخصی بود و خیلی جالب که یه سری اصلا از عکسایی که فقط تو اتاق من بود. یعنی آها. من حالا به خاطر اینکه جلو چشم باشه دوست داشتم ببینم، این عکس‌ها رو فقط توی دیوار اتاق خودم زده بودم و کسی هم رفت آمد نداشت. یعنی هر کی بود دوست بود که اون عکس‌ها هم پخش شد. من نمیدونم اون کسی که عکس‌ها رو پخش کرد حتما حالا اون کسی بوده که فیلم تولد رو چون پخش کرده، چون خب این دو تا نمیتونن با هم در ارتباط باشن. یکی این عکس‌ها رو رسونده به اون شخصی که می‌خواست فیلم ببره، یعنی یک هماهنگی قوی. نه من بعید میدونم همچین چیزی باشه. عکس‌ها رو کسی پخش کرد که تو خونه من رفت آمد داشت، ولی فیلم تولد رو از تو خونه من پخش نشد. پس خود شخص تو برای جلب توجه این کارو نکردی که بگی حالا که صاحب اون تولد گذاشته رفته منم بیام تلافی بکنم؟ تلافی در کار نبوده. هیچ. میتونه یه خصومت باشه، یه دشمنی باشه، حسادت باشه، این کاری که برات پیش اومده. شاید برای من نبوده. ها. نمیدونم، شاید برای شخص دیگه‌ای بوده. شاید برای شخص دیگه‌ای. بعد تبعاتش برای شما بوده دیگه. به هر حال چیز قشنگی نبود. شخصی بود. خیلی شخصی بود. اون در جواب سوال مجری که میپرسه بهت خیانت شده هم میگه نه به هم خیانت شده و نه خیانت کردم، هرچی بوده تقدیر بوده. میگه خیانت کردی یا خیانت دیدی؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. یه چیز متقابل با احترام بوده. پس نه خیانت کردی به کسی شما، نه کسی به شما خیانت کرده. دقیقا. روال عادی زندگی پیش رفته با توجه به شرایط. یه چیزی به اسم تقدیر. به اسم تقدیر. تصمیم نبوده. تصمیم تو نبوده؟ نه. تقدیر بوده. شرایط بوده. شرایط. خب این یه جواب کلی و تمام حالا ماشا. یه جواب کلی و تمام. پس همه چیز با احترام و عشق و بر مبنای تقدیر. بله. اما انگار شادمهر نظر دیگه ای داره. چون اون بعد از کات کردن با جینا آهنگ عروسک مغازه ای رو منتشر کرد که تو اون به دوست شدن جینا با شخص دیگه اشاره میکنه. رفتی و نوشتی که از دوری من ملالی نیست، رفتی با یکی دیگه دوست شدی. نظر شما درباره حرفای جینا چیه؟ به نظرتون ممکنه که در آینده این دو نفر به هم برگردن؟ برامون کامنت کن. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنین. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنین تا از پست‌های جدید ما هم باخبر بشین.